پاکسازی با مولکول آب و رسیدن به خواسته ها و آرزوها. آب در هستی از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. دارای فرکانس و انرژی خاصیه. بنابراین پاکسازی با مولکول آب میتونه تأثیر به سزایی داشته باشه. در تمام ادیان، فرهنگ‌ها و سنت‌ها آب دارای معنا و مفهوم خاص و مقدسیه. معنای لغوی فنگشویی به معنای آب و باده. آب نیروی حیات و اولین عنصر مقدس در عناصر اربعه و همچنین از عناصر مقدس فنگشوییه. در کتاب فرهنگ نمادها معنی آب را میتوان به سه مضمون اصلی خلاصه کرد: چشمه حیات، وسیله تزکیه، مرکز زندگی دوباره. داخل مولکول آب اکسیژن وجود داره و اکسیژن به عنوان یک پاک کننده قوی و مهم عمل میکنه. هر چقدر اکسیژن آب بیشتر بشه، سیستم بدن ما سالم‌تر میشه و بیماری و انرژی منفی در بدن ما کم میشه. در این ویدیو نحوه پاکسازی با مولکول‌های آب رو براتون توضیح خواهم داد. پس با من همراه باشید. 70% وزن بدن انسان رو آب تشکیل داده و به طور کلی کودکان، مردان و بعد زنان به ترتیب بیشترین مقادیر آب رو در بدن خودشون به صورت ذخیره دارن. مولکول آب دارای آگاهی و خرده. هر ذره‌ای در عالم هستی دارای درک، فهم و شعوره. همه ذرات عالم هوشمندانه در مقابل خدای خودشان تعظیم و تسبیح می کنند. همه ذرات هستی در حضور خداوند هستند. آب هم یکی از این ذرات است که در ازای تک تک اتفاقاتی که در عالم می افته از خودش واکنش نشون میده. آب خوب و بد رو می فهمه. آب زشت و زیبا رو می فهمه. آب اهانت و فحش را می فهمه. آب تفاوت قائل بین فکر مثبت و فکر منفی. آب تفاوت قائل بین نوشته مثبت و نوشته منفی. آب دعا رو می فهمه. آب تفاوت قائل بین رفتار خوب و رفتار بد. آب پیام بسیار مهمی برای من و شما داره. آب به ما میگه که نگاه عمیق به خودمون بیاندازیم. وقتی از نگاه آب به خودمان مینگریم، این پیام به نحوی شگفت آور برای ما واضح میشه و ما متوجه میشیم که زندگی انسان به طور مستقیم با کیفیت آب در درون بدن ما در ارتباطه. تحقیقات پروفسور ماسارو ایموتو درباره مولکول آب، اون میگه آب پیام مهمی برای ما داره. میدونیم که زندگی بشر مستقیما به کیفیت آبی که در اطراف ما یا در درون بدن ما بستگی داره. انرژی ارتعاشی بشر، افکار، نظرات، دعا، نیایش، موسیقی بر ساختار مولکولی آب، همه اینها اثر میذارن. یه آب به آسونی با محیطی که در اون هست انطباق پیدا میکنه. نه تنها از نظر فیزیکی تغییر شکل میده، بلکه شکل مولکولیش هم تغییر پیدا میکنه. پروفسور ایموتو تغییرات مولکولی آب رو به وسیله عکس برداری، میکروسکوپ های الکترونیکی به صورت سند و مدرک درآورده. آب‌های جاری در جنگل و کوه که هنوز از بین شهرها عبور نکردن، ساختار مولکولیشون خیلی زیبا و خاصه. ولی وقتی در شهر جاری میشن، به دلیل طیف غالب افکار منفی در شهر، مولکول آب واکنش نشون میده و تغییر شکل زشتی پیدا میکنن. آب‌های راکت شکل مولکول‌های زشتی دارن
چرا که هستی با رکود مخالفه. آقای ایموتو معتقده که دعا بلافاصله بر روی مولکول‌های آب اثر میذاره. اون به این نتیجه رسید که دعا همه چیز زیبا میکنه و یکی از اینها آبه. کلمات زیبا یک واکنش زیبا نشون میدن، اما اگر کلمات زیبا رو در کنار هم قرار بدیم، واکنش بسیار زیباتری ایجاد خواهد شد. ایموتو به این نتیجه رسید که اگر آب رو نزدیک گل‌های معطر کنیم، مولکول‌های آب سعی می‌کنند که خود را شبیه به آن گل کنند. آب به صورتی زنده و تأثیرپذیر به هر یک از احساسات و اندیشه‌های ما پاسخ می‌ده. کاملا روشنه که آب به آسانی ارتعاشات و انرژی محیطش رو به خود میگیره و جذب میکنه. خواه این ارتعاشات سمی، راکد یا کهنه باشه و یا آلوده. کار ایموتو میتونه درک ما رو از خودمان و جهانی که در اون زندگی میکنیم برای همیشه تغییر بده. حال بیاییم با این آگاهی پاکسازی با مولکول آب را انجام بدیم. هفته اول پاکسازی یک لیوان شیشه‌ای داشته باشید. همیشه از این لیوان آب بنوشید. زمانی که آبش تموم شد دوباره از شیر آب کنید. در این هفته فقط آرامش داشته باشید و بر روی لیوان شیشه‌ای بنویسید من در آرامش هستم. در طرف دیگه لیوان هم جملات هوپونوپونو رو می نویسید. پروردگارا متاسفم، لطفاً منو ببخش، دوستت دارم و سپاسگزارم. هفته دوم پاکسازی با مولکول آب مربوط به بخشایش هست. روی لیوان آبتون می نویسید بخشایش، من خودم را بخشیدم. آرامش، خیر الهی. در این هفته خودتون و دیگران رو و اگه فکر میکنی کاری کردیم و دیگران هم باید شما رو ببخشن، همه رو در این هفته تجسم کنید و مرتبا تکرار میکنید و انجام میدید. و یادتون باشه جملات هوپونوپونو رو هم در طرف دیگه بطری و لیوان شیشه بنویسید. یعنی بنویسید پروردگارا متاسفم، لطفاً منو ببخش، دوستت دارم، سپاسگزارم. هفته سوم پاکسازی مربوط به توکل کردن هست. روی شیشه آبتون بنویسید آرامش، توکل و نور الهی. این هفته توکل داشته باشین. وقتی به نور هستی و پروردگار الهی متصل باشید، دیگه ترس و نگرانی در زندگیتون جایی نخواهد داشت. ترس ها و نگرانی ها باعث میشن شما ناامید، افسرده و بیمار بشید. جملات هوپونوپونو هم یادتون باشه. پروردگارم متاسفم، لطفا منو ببخش، دوستت دارم و سپاسگزارم. هفته سوم پاکسازی مربوط به شادی هست. روی بطری آب و یا دیوان آبتون بنویسید من شاد هستم. این هفته شادی رو برای خودتون خلق کنید. فقط از موسیقی های شاد استفاده کنید و هر وقت دچار ناراحتی، نگرانی، استرس شدید سریع موسیقی خوب بذارید و بگید این هفته من شاد هستم. یادتون باشه جملات هوپونوپونو رو هم در طرف دیگه لیوان یا بطری آبتون بنویسید. پروردگارم متاسفم، لطفا منو ببخش، دوستت دارم و سپاسگزارم. هفته پنجم پاکسازی مربوط به شکرگزاری و بخشایش هست. روی لیوان آبتون بنویسید شکرگزاری و بخشایش. در این هفته نسبت به تمام چیزهایی که در زندگی داریم شکرگزاری میکنیم، حتی اون موارد کوچیک، و از اعضای بدنمون تشکر میکنیم و شکرگزاری میکنیم. شکرگزاری میکنیم از نور خورشید که بدون منت هر روز طلوع میکنه.
و کلی انرژی و فراوانی رو به ما میده. در مورد بخشایش، بدون درخواست ببخشید. حتما مالی نیاز نیست باشه. هر چیزی که به نظر خودتون میاد بخشیدن رو این هفته حتما داشته باشید. جملات هاپونوپونو رو در طرف دیگه لیوانتون بنویسید. در هفته ششم نوشتن خواسته ها و آرزوهاست. تو این هفته میتونید آرزوها و خواسته هاتون رو بنویسید و به صورت انجام شده بنویسید که حتما اون خواسته یا آرزو رو دارید. همیشه جملات هوپونوپونو در لیوان آب شما باشه و برای پاکسازی به صورت روزانه همیشه این ذکر رو تکرار کنید و شکرگزار باشید. در آسیا و کشورهای خاور دور، آب شکل جوهری ظهور، اصل حیات و عنصر تولد دوباره جسمانی و روحانی انسانه. نماد باروری، حکمت، برکت و فضیلته. آب در همه جا وسیله طهارت آینی است. وندسو میگوید طبیعت آب آن را به خلوص میرساند. در تعلیمات لاودسو آمده است که آب علامت فضیلت برتره. در سنت یهودی و مسیحی آب پیش از هر چیز نماد اصل آفرینشه. در عهد عتیق آب نماد زندگی بوده و در عهد جدید نماد ذات خداوند میشه. آب مقدس مسیحیان، در اسلام آب وضو و غسل، در ژاپن مراسم باستانی فوجویی، در میان پیران آیین داو صاحبان آب‌های موقوفه. می توان گفت آب برکتی ابدی است که نشانه مادر و زهدان است. آب همچنین مبدا هر چیز برتر را نشون میده. اما می بایست اصل الهی اون رو شناسایی کرد. این عنصر در فنگشوی زندگی و نماد آفرینش عرضه می شود و چون آب تصفیه می کند پاک است و شفا می بخشد. به همین علت زمانی که شما گل پژمرده خود را آب می دید گیاه شما دوباره جوان می شه. محیط اطرافتون رو با آب پاک سازی می کنید. طراوت و شادابی را با آب به محیط خودتون عرضه می کنید. دوستای خوبم، کانال من رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فشار بدید و نظرتون رو هم بنویسید.